مؤسسه هنری پیمان فیلم، مرکز تولید و نشر برنامه های اسلامی در افغانستان. شعبه نمبر یک فروش محصولات پیمان فیلم. محترم دکتر عبدالله نورعباد، محترم دکتر محمد ایاز نیازی، محترم دکتر فضل هادی وزین، محترم دکتر عبدالباری حمیدی، محترم دکتر محمد سلیمان نصاری، محترم استاد عبدالسلام عابد، محترم استاد عبدالقهار صمیم، محترم مفتی محمد سلمان فارسی، محترم استاد نورالله کوثر، محترم مولانا مجیب الرحمن انصاری، محترم شیخ محمد صالح کردل، محترم مولوی عبدالعلی خیرشاهی، محترم مولوی عبدالقاهر ابو الاسرار، محترم مولوی ابو عبید الله متوکل. که تمامی موضوعات علمای بزرگوار را شما می توانید از مرکز فروشات ما دی افغانان زیر زمینی راهرو جوار مسجد جامع حاجی عبدالرحمن به دست بیاورید. مؤسسه هنری پیمان فیلم، مرکز تولید و نشر برنامه‌های اسلامی در کشور و جهان. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها مصلحون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برادرای عزیز، پروردگار عظیم به لطف و مهربانی خودش صلاح و امن و رفاه و صلح را نصیب ما شما بگرداند و ما متواضعانه میگیم که یا الله، به هر خطا و گناهی که ما را گرفتی، اما تو که ما را مفت آفریدی و نعمت ارزانی کردی و ایمان ارزانی کردی، الله تو مقلب القلوب استی، قلبهای ما را هم بگردان به سوی طاعتت و توفیق نیکی را نصیب ما بگردان. دیروز یکی از دکتر صاحبا به خانم آمد و از ما پرسان کرد که در شریعت اسلامی یا در نصوص شرعی دلائل برای حب وطن و دوستی با وطن است؟ این سوال را که کرد و ما جالب افتید و خواستم بیشتر امرایش بشینم. گفتم که لطف بکو خانه بریم و نخواستم که زود جواب بتم. خواستم بفهمم که چرا وادار به این شده و چرا تشویشش گرفته که در رابطه با وطن و حب و دوستی با وطن همچی یک سوال را باید از ما مطرح بکنه. و جالبشی که گفت که زیاد جای رفتم و خواستم که از تو هم پرسان بکنم. بعد خانه رفتیم، لحظات بودیم و پرسانش کردم که چطور وادار شدی که تو سوال را بکنی و پشتش بگردی. بعد دیدیم که وضعیت کشور ما، درد کشور ما، بی‌تفاوتی مردم ما در مقابل کشورشان، در مقابل مردمشان، این جوان را وادار به این کرده بود که اگر به فهم
از نصوص شرعی جامعه ما را به ای وادار بکنه که ایشوار از شماست و شما باید ای را دوست داشته باشین و ای باید محبت داشته باشین، به خرابیش باید خفه شوین، به ناامنیش باید خفه شوین، به دردشان دردمند شوین و ای بیتفاوتی که ما در مقابل کشور ما داریم ای بیتفاوتی را کم بکنه. برادرای عزیز، ما یقینم با او گفته ها و درد که او جوان داشت کاملا موافق هستم و ما یقینا کشور ما را دوست نداریم، بدبختانه بدبختانه، و نمی اندیشیم برای امن کشور ما، به عزت کشور ما، به صلح کشور ما، در حالی که می سوزیم ما، دردمندم ما می شویم، مشکلم ما می بینیم، مشکلم ما می بینیم. این مشکلات کلش دامن ماست و نتیجیش هم بیوه هم ما میتیم، معیوب هم ما میتیم، در بدر هم ما میشیم. این کلانا و بزرگا خودتو میفهمی، نه اولادشان کسی در جبهه رایی میکنه، نه پولشان مصرف میشه، بلکه پول هم اینا میگیرن، فایده میا میکنن و بازیر هم سر ما اینا شروع کردن، دادم اینا میزنند. کلان مشکل است، در گران ملت ماست و میسوزد ملت ما. باور به ای داشته باشین که خداوند متعال این بدبختی ما را عوض نمی کند تا ما اقدام برای تبدیل شدن این وضعیت نکنیم. الله شاهد است که دیگرها به ما دل نمی سوزاند تا خود ما دل و به خود ما بسوزانیم، تا خود ما گریان نکنیم و خود ما تغییر را نخواهیم، دیگرها در این مایی خود را می گیرند و عیش خود را می کنند. به این برداشت ما رسیدیم. روی اساس اول بیاین که امی ما کی هستیم، ما کی هستیم و راهی که برای بیرون رفت خود تعیین میکنیم چی گونه تعیین بکنیم. نکته اول، ما انسان هستیم و خداوند متعال برای ما و شما این کائنات را آفریده است. این کل نعمت ها را رب ما برای ما تو آفریده است که از او استفاده بکنیم. این میوه های مقبول، این هوای زیبا، این گل های زیبا، ای کلش برای موتو است و هیچ وقت تو نمیتونی از این مقبولی های آفرینش الهی استفاده کنی تا که تو امن نداشته باشی. ارگاه امن داشته باشی، بعد از او باز نعمت های الهی را استفاده کرده میتونی. ارگاه امن داشته باشی، از این کده بالاتر چیزا را طلب کرده میتونی. هیچ وقت انسانانی که در ناامنی زندگی میکنن وقتی از این را نخواد داشت که او به چیزای مرفع و زیبا و بلند و عظیم بیاندیشد. او فقط در فکر از این است که من نمرم، از این بیشترتر چیز را نمیخواهد، در فکرش هم نمیگردد. بعد ما شما مسلمان هستیم و انسان مسلمان انسان با رسالت است، انسان مسلمان انسان مسئول است و انسان مسلمان برای دیگران زندگی می کند. از این خاطر در قاموس دین ما همیشه خیر دیگران را می خواهیم و به خیر دیگران می اندیشیم و منافع فرد را قربان منافع جامعه می کنیم.
و دین به ما امی میگوید که تلاش بکنین که خیرتان به مردم برسد. خیر الناس من ینفع الناس. بهترین مردم کسایی هستند که خیرشان به مردم میرسد. بدبختی ها فراوان بود، انسان خدایش هم گم کرده بود، خودش هم گم کرده بود و رابطش با جامعه هم گم کرده بود. الهه های متعدد را عبادت می کردن، با فسق و فجور و شرابخوری و زنا و بدبختی رو آورده بودند. جز مال دنیا شی دیگر را نمی شناختند و برای بدست آوردن یک لقمنان تراحم به هیچ کس هم نمی کردن، حتی به اولادشان. اولادشان هم زنده به گور می کردن. الله متعال کتاب آخرینش را توسط رسول ما صلی الله علیه و سلم نصیب ما شما کرد و با واسطه از این منهج ربانی ارتباط ما با خدا تنظیم شد، با خود ما تنظیم شد و با مخلوق خدا تنظیم شد، با رب ما تنظیم شد توسط از این کتابش چگونه او را عبادت بکنیم و چگونه اسما و صفاتش را بشناسیم. او ذاتی که ما میخواهیم با او نزدیک شویم چگونه نزدیک شویم، کل سیستم را در خدمت ما و شما قرار داد. نماز ما، روزه ما، زکات ما، حج ما در حقیقت وسائلی است که چگونه ما با خدا نزدیک میشه. خود ما را به خود ما معرفی کرد که ای انسان، خلیفه خدا در روی زمین استی، دنیا را به مطابق حکم شرعی آباد کن، بنان صادق باش، امین باش، صابر باش، حلیم باش، در گذشت مردم باید دست بالا داشته باشی. ارگاه این صفات در وجود یک انسان بیاید، بزرگ می شود، عظیم می شود، از کار کوچک دوری می گیرد. بواسطه از اینکه این صفات در ما آمد، امانت و صداقت و بخشش و صلت رحم و عفو، طبیعتا رابطه ما با زیرا در فطرت فرد انسان امی عجین شده است که این صفات مقبول را دوست دارد و هر کسی که متصف به این صفات باشه او را دوست دارد. بناهن انسانان امین و صادق و عفیف و صابر و این مردم دوست دارد و با واسطه از این صفات ما یک جامعه با امن را داشته می باشیم، یک جامعه خوب و زیبا را داشته می باشیم. ارگاه جامعه متصف به صفات کمال شود، عظمت از این جامعه طبیعتا پیدا می شود. ارگاه در فرد این صفات مقبول و زیبا جای بجای شود، این صفات زیبا او را نمیگذارد کار کوچک بکند. انسانان صادق و امین و با علم و صبور نمیتونه که یک زردک در دستش باشه در راه چک زده بره و خورده بره، شخصیتش برش اجازه نمیده، میگه نه توی کار کرده نمیتونه. انسانان بزرگ و عظیم و با شخصیت متصف به این صفات ارگا با کسی در جنجال بفته و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، بس رای خود را میگیرد و اما عزت نفسش وادارش میکنه که گذشت داشته باشه و خود را در جنجال قرار ندهد. ارگاه جامعه ما با این عظمت روحی برسد، هر جایی که خرابی است بسیار زود معلوم میشود و دقیق معلوم میشود. اتو عزیزا فکر کنین، این مسجد پاک است و مقبول است. پاکی از این مسجد به تو طبیعتاً دستور میدهد که ارگا چاکلیتی را خوردی او را نمیتونی پرت.
نظافت از این مسجد تو را وادار میکنه به اینکه پوست از او را در جیبت پرتو و در جایش بگذار. نظافت مسجد تو را وادار به این میکنه که بوتی را بیرون بکش و پاک داخل مسجد شو. عزیزایم، اگر در اینجا خاک می باشد، این نظیف نمی باشد، شما طبیعتاً چیزی را که می خورین در اینجا مندازی، شما طبیعتاً با بوت داخل می شی و رای جوازم بر خود پیدا می کنی. میگه پیغمبر علیه السلام با بوت هم نماز خوانده، این کار را می کنی. ارگاه جامعه ما به طرف صلاح و صفات زیبا برود، ار کسی که کچ پا می گذارد طبیعتا دل تو خراب می شود و بی تفاوت بر شده نمی تانی، فورا اعتراض می کنی و میگی کار صحیح نیست. این اعتراض چرا می کنی؟ زیرا هر چیز را پاک میبینی، صفا میبینی، زیبا میبینی. حرکات و اقوال و افعال زشت نمیتونی تحملش بکنی، بنان فورا مداخله میکنی، قول زشت قبول کرده نمیتونی، دروغ قبول کرده نمیتونی، خیانت قبول کرده نمیتونی، غدر قبول کرده نمیتونی. اگه انسان زنده استی و خدا نخواسته، خدا نخواسته اگر جامعه همش بدرنگ باشد، یک نفر صالح، دو نفر صالح اصلا در بینش معلوم نمی شود. او که معلوم نشد، از مردم خوب و بد گم می شود. روزی می بینیم که انسانان صالح چنان بیچاره می شوند، چنان بیچاره می شوند که این شهر بزرگ و این دنیای بزرگ سرش خورد می شود و می خواهند که ترک بکنند کشورشان را، ترک بکنند این دنیای زیبایشان را و این مقبولی هایشان را. چرا ترکش می کند؟ زیرا او می داند که دیگه زورم به تغییر نمی رسد. این دنیا که من در او زندگی می کنم این کان نمک شده است. ارگاه من در او جای پای می گذارم و اسلام مرم نمک می کند، بنان بهتر است که از اینجا بیرون شوم. و این در حقیقت اما یأس و ناامیدی است که به انسان دست می زند. و از این خاطر است که از کشور ما هر روز هزارها جوان ما بیرون می شود، از کشور ما تجار ما بیرون می شود، از کشور ما اهل علم ما بیرون می شود، اهل دانش ما بیرون می شود. عزیزایم، چی فکر میکنید که ارگاه ستون فقراتتان از کشورتان بیرون بشد، ارگاه مغز متفکرتان از کشورتان بیرون شود، بعد این کشور به چی میماند؟ روز به روز به بدبختی ما افزوده میشود، روز به روز به درد و الم ما افزوده میشود. اسلام عزیز یک جامعه زنده را و مقبول را برای ما شما ساخت، جامعه به نهایت حساس، جامعه کاملا در کل عرصه زنده، در کل عرصه ها زنده، هم در عطا زنده، هم در دفاع زنده، هم در تعمیر زنده، در کل عرصه ها. سخت از حریمشان دفاع می کردن، سخت عطا و بخشش داشتن و سخت در ترقی خود می اندیشیدن. از خاطر بزرگ کاری کردن و
این دین عظیم را به چین هم بردن، به اروپا هم بردن، و آفریقا را کلش تسخیر کردن و یک نظام واحد را ساخته بودن. روز ای سقوطا شروع می شود و پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم به اصطلاح اصل سقوط را بیان می کند. ارشاد می فرماید: کیف بکم اذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنکر. ای حال شما چی خواهد بود روزی که امر به معروف نکنید و نهی از منکر نکنید؟ حالتان چی خواهد بود و روزی که امر به معروف نکنید و نهی از منکر نکنید؟ صحابه خود زنده بودند. اونا گفتند که قالوا او کائن ذلک یا رسول الله. این ممکن است؟ این ممکن است که ما زنده باشیم؟ پیش روی ما منکر و عمل زشت پیدا شود و ما سکوت بکنیم؟ ما در یک جای معروف را داشته باشیم، او را دفاع نکنیم، در نشرش اقدام نکنیم؟ یعنی چی؟ تصورشان نمیکرد که ما باشیم، خرابی را ببینیم، برش نداریم و خوبی داشته باشیم، در توسعیش نکوشیم. پیغمبر علیه السلام فرمود که و اشد منه سیکون، از این که بدترش هم می آید، از این که بدتر هم می آید. صحابی میگه که او کائن ذلک یا رسول الله، این ممکن است ما زنده و ایتو کار شود؟ گفت نه، از این که هم زشتر را هم خود دیدین و می آید. قالوا و ما اشد منه، از این که بدترش چیست و سخترش چیست؟ پیغمبر علیه السلام باز می فرماید: کیف بکم اذا امرتم بالمنکر و امرتم عن المعروف. او روز چی خواهد کردین که به کارهای ناپسند امر بکنید و از کارهای پسند زیبا و مقبول منع کنید؟ او وقت تو، او که کسی منکر را میکرد یک مرحله، تو منش نمیکرد، این دیگه حالت شود، به بدی امر بکنید و از نیکی مردم را باز استاده بکنید. قالو، گفتن اصحاب کرام: او کائن ذلک یا رسول الله، ای تو هم ممکن است که معروف منکر شود، منکر معروف شود؟ پیغمبر علیه السلام میفرن: کیف بکم اذا اصبح المعروف منکرا والمنکر معروفا. او روز چی خواهد کردن که کاملا هر چی عوض شود، معروف منکر شود، منکر معروف شود؟ ای تو روز هم می آید. عزیزایم، الله شاهد است که هرگاه امر بالمعروف و نهی از منکر از ملت ها برداشته شود، قدم به قدم ما به امی حالاتی که داره می رسیم. مردم به منکر دعوت میکنند، معروف را منع میکنند، هیچ کس هم نیست که پرسان کنه چرا. ابتذال، رسوایی که در تلویزیون های مبتذل وجود دارد، آیا دعوت به منکر نیست؟ کسی را منع کرده میتونه؟ نه، این را خود مشاهده کردیم، مشاهدهش کردیم. یک وقت بود شورای علما یک، پارلمان دو، حکم رئیس جمهور سه،
منم یکت زشتی که در تلویزیون طلوع بود زور هیچ کس سرش نرسید و ما در اوجا بودیم. این کار پیش رویم گذاشت، هیچ کس نتانست که او را منع کند. بناهن هر روز منکر نشر می شود و هر روز از معروف دوری می گیریم. بازم قصه مولا نصرالدین می شنه که بز را می برد و چارتکا در سر رایش بر ششته، میگه سگ کجا می بری؟ یک دفعه گفت سگ، گفت نه شما غلط کردین، این سگ نیست، بز است. کمک پیش بردش، دو سه دان دیگه برش آمد، کجا می بری این سگ؟ کمک پیش رفت دیگه دفعه که گفت غلط، یکی غلط کرده باشه، دو غلط کرده باشه، سه غلط کرده باشه، امی بز ایلا کرد. این تلویزیون های مبتذل و این منکرات ار روز به گوشت زمزمه بده، ار روز طفل تو را زیر این تلویزیون ها بشانی، بعد چی می شود؟ منکر، معروف، معروف، منکر. باز قبول نمی کند رسالت را، اصلا نمی تانه بپذیرد که ما انسانها به یک رسالتی بزرگ آفریده شدیم که از دنیای خود به عنوان معبر استفاده میکنیم، میخواهیم به آخرت برسیم. کل ذهن در شهوت مصروف میشود، چشم در شهوت مصروف، گوش در شهوت مصروف، مغز در شهوت مصروف، پس در این مصروفیت میشود. قضایای معنوی و قضایای علمی، قضایای تربیتی، اخلاقی، این کلش سقوط میکند و اصلا کسی در فکرش نمی باشد، این را کوچک میپندارد و در امچو یک حالت که به انسان دست پیدا میکند. اگر تو مردم را به خوبی ها دعوت میکنی، اصلا نمشناسیش، کسی که چیز را نمشناسه از او فرار میکند، کسی که چیز را نمشناسه خود را از او کناره میگیرد. بنان از دین کناره بگی، از اخلاق کناره بگی، از معنویت کناره بگی و همه بدبختی ها به سوی ما شما می آید. از این خاطر عزیزای امت اسلامی یک امت زنده و بیدار است، او مکلفیت دارد برای تغییر و ارگاه این صفت از ما شما دور شود، بعد ما دیگه صفتی نداریم که با امتهای دیگری دعوای بلندی خود را، خوبی خود را اعلام بکنیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. بهترین مردم شمایید. چرا؟ برای تغییر باور دارید و کارهای شایسته امر میکنید و از کارهای زشت منع میکنید. بناهن زشترین چیز چی است؟ جنگ. فهمیده شد؟ زشترین چیز در دنیا چی است؟ جنگ است. زیرا جنگ هستی مادی و معنوی تو را می گیرد. الله برای پیغمبرش میگه فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. ای پروردگار از خانه را عبادت بکو. چرا؟ ذات عظیم است که گرسنگی را به سیری تبدیل کرده است و خوف را به امن تبدیل نموده است. با این دو چیز خدا را خوبتر عبادت کرده میتونی و ارزش هایت را به معرفی گرفته میتونی. ارگاه امن نباشد طبیعتا گرسنگی میآید. گرسنگی که آمد عقلت را از دست میدی، معنویتت را از دست میدی و جایگاهت را از دست میدی. ما در این کشوری که زندگی میکنیم در همین جنگا کلان شدیم و اندیشیدم که چرا این جنگ گم نمیشود. پس میبینیم که یک کار بزرگ را ما شما نکردیم، یک کار بزرگ را ما شما نکردیم.
ابتدا ان عرض کردم ما شما در گران جنگ هستیم، فقط کشته ما میتیم، زخمی ما میتیم، بیوه ما میتیم، بدبخت ما میشیم. آنانی که جنگ رهبری میکنن نه بچیش در ایجاست والله نیست و نه درد ما را میگیرند، اونا دیگه کس هستن. ما چی باید بکنیم؟ ادامه بدیم ما تو سکوت را رعایت بکنیم و یا زنده هستیم کمک شور بخوریم؟ رب ما به ما چی زیبا میفرماید: و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. قرآن دیگه تصریح میکند امی سیوان ماستیم که ام بدبخت هستیم و هم اقدام به صلح نمی کنیم، انتظار می کشیم تا قاتلین ما در بین خود ما ما را نکشد. دقیق شدین؟ ما این انتظار می کشیم، ما به این انتظار می کشیم، مسئولیت شرعی خود را نمی گیریم و آواز خود را خود ما بلند نمی کنیم و انتظار می کشیم. سبحان الله، ما خوب به این قانع نشدم، ما به این اندیشیدم که ما باید آواز بکشیم، ما باید وقت برای صلح بتیم و این را درک بکنیم و ارگاه پیام صلح بتیم، بعد ار کسی که قبول نکد فقاتل التی تبغی، با چپ نشینیم بگم که نشد، نه، با صراحت همیجا استاد شویم و هر کس که نپذیرفت و اعلام بکنه که بزنش، هر کس که به صلح گردن نگذاشت باید با صراحت بگویم که باغی است و مورد ضربه امور قرار بده. دقیق شد این گفت ما را؟ اگر ما این کار را بکنیم، من یقین دارم که سردمدارا هم میترسند و شورای صلح دعلی و قلابی را دور می کند، باز ماشای مفت نمی خورد و ارگاه طالبان بفهمد که ملت تقاضای صلح را می کند و تو اگر با صلح گردن نمیتی، ما بازادی نیستیم، باز من لباس جنگ می پوشم، باز من به اصلاح زیر که آواتیر نمی کنم، باز برت می گویم که بزنش، آلی سعی بزنش. پس عزیزای، یکی از وجائب ماست، یکی از مسئولیت های ماست و تلاش بکنیم که گروپی سوم که خود ماستیم در این بی‌تفاوت نشویم، آواز خود را بلند بکنیم. الله شاهد است که نه امریکا صلح را دوست دارد، نه پاکستان میخواید، نه ایران میخواید، نه دیگهش میخواه. اینا در امی گدوری مایی خود میگیرن، در این گدوری پیام خود میخواین و هر کسی که هر قدری که ما کشته شویم سر ما دلم نمیسزاند، آهم نمیکشن، زیرا بی تفاوت است برش، با او مصلحت های خودشان است. بناهن این سکوت را باید بشکنانه، آواز خود را باید بلند بکنیم، جعلکاری ختم بکنیم. والله اگر این کار نکردیم روز به روز سقوط میکنیم، روز به روز بدبخت میشیم. و ایتو فکر میکنن هر دو گروه ما را فریب میده. دقیق شده؟ هر دو گروه جنگی ما را فریب میده و ما برش بگیم ما را دیگه فریب ندی، چپ باش، این فریب دادن بس است. اگر یک وقت در یکی از مناطق ما حزب و جمعیت جنگ میکردن، بعضی ریسفیده و مولوی صاحبا رفتن بس هر کدام مثلا ما صاحب از خود ما دفاع میکنیم، دروغ میکفتن، نی؟ از خود ما دفاع میکنیم. بعدی مولوی صاحبا گفت خیلی خوب است، خیلی یک دو تفنگ با تو میتیم که تیمی راکت ما کرد با دیگهش هم میتیم، اون مکوه است، ما اولادای خود از شما میگیریم، زیر اولادای ما برای شما ندادیم که
جمعیت پیروز شد و از پیروز شد. ما دادیم که دین بیاید. بنابراین هر دویتان اونجا برین بجنگیم. هر کدامتان که مردین بمیرد و دیگه شد بیا کتش میشونیم. این شکل. اگر ما اقدام چونین بکنیم، ما نمیخوایم دیگه اولاد ما کشته شود. ما نمیخوایم به مردم بازنان بتیم. ما نمیخوایم در پهلوی جنگ استاده شویم. چی ناتقسیم است؟ هرچی که هست قابل حل است. عزیزم تو رو با خدا ایمانن بگوین. افغان بگذار، مسلمان بگذار. یک کافر میخواه که در کشورش دیگه کس باشد؟ مسلمان بگذار، افغان بگذار. یک انسان میخواه دیگه کس در کشورش باشد؟ دیگه کس نمیخواهد. بنان ما چطور میخواهیم؟ این خبیثای میمانای ناطلب کی دوست دارد؟ و لعنت به او انسانی که دوستش داشته باشد. نفرین به او انسانی که بیرونی انسان را در کشور خودش دوست داشته باشد. نفرین سرش. من فکر نمی کنم کسی دوست داشته باشد. انسان دوستش نداشته باشد. اگر کسی حیوان است، انسان نیست، برو دوم بحث است. خب انسان دوست ندارد. از اتفاق ناتفاقی ما و تو، از جنجال در بابین ما و تو، دیگر را قرار کرده جه سپورت خواه کدن و تمام روز دزدی باید معدنای ما را بکند. پس این مسئولیت ما توست. از این خاطر صلح و بلند کردن آواز صلح مسئولیت فرد فرد ما شماست و این قضیه را کارخانگی بگیرین. در هر مجلسی که میشینین، در هر جایی که میروین، برش بگوین که ما نباید این جنگ بدبخت را ادامه بدیم. و آهسته آهسته که انشاءالله العزیز ارگاه اقدام صورت بگیرد و انشاءالله که ما اقدام میکنیم خامخا ما برای تغییر قدم میگذاریم و انشاءالله افغانستان را با امن خود کردیم. دهی ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. بسیار زیاد دعا میکنیم و زیاد دعا کردیم. چرا دعای ما قبول نمی شود؟ چرا دعای ما قبول نمی شود؟ پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم زیبا ارشاد می فرماید مرو بالمعروف، با کارای شایسته و زیبا امر بکنید. و انهو عن المنکر، از کار زشت منع بکنید. قبل ان تدعو فلا یستجاب لکم، قبل از اینکه تو یک روز سرتان برسد که شما دعا میکنین و دعایتان قبول نشود. این کار را بکنید. پس بیاین عزیزایم به خاطر خدا برای امن افغانستان خود ما دست بکار شویم. یک دو نمونه میتونم بعد از او باز گپ خدا خلاص میکنم. ایمان بی داشته باشین که خارجی ها در افغانستان صلح نمیخواد. به ای ایمان داشته باشین. ایمان به ای دارین که امروز روز جمعه است؟ نه، به ای خو ایمان دارین. به ای ایمان داشته باشین که نه امریکا صلح میخواه، نه پاکستان صلح میخواه، نه ایران صلح میخواه، نه دیگر صلح میخواه. این ایمان داشته باشین. ولی خود ما باید صلح بخواهیم. چه رقم؟ زیادی از شما شاید امارات متحده عربی رفته باشین، دبی که میگن. این کشور دبی یک وقت چنان جنگ داشتن دبین خود میکشتن که نمیتونستی از دبی به شارجه بری و اگر میرفتی به اصلاح خونت باید قبول میکردی که ریختن. دزدی، قتل، کشتن، هر چیز بود. و این خارجی های خبیث امیر میخواستن. تا کدام وقت باید بکشین؟ شیخ زاید سر اسب خود سوار شد، راه آسان رفت در سرزمین کسی که جنگ میکدم رایش. برش گفت که ما آمدم، نه سلا آوردیم، نه تفنگ دارم، نه بادیگار دارم، آمدم به شما، بیاین که کشور را بسازیم.
بیاین که یک کشور را بسازیم. دقیق شدین؟ سوم را بیرون نماند، خارجی را نماند، گفت بیاین بسازیم. قسم با خداست که اخلاصمندانه ششت. اما امارات دیروزی که یک دیگر را میکشتند، امروز یک کشور مقبول و زیبا و خوبی را ساختند. چرا ساختند؟ بیرونی را نماند، زیرا بیرونی خود صلح نمیخواهد. بیرونی خواهد آمده که جنگ باشد. تو آرام باشی، معدنه هر کس برده میتاند. هیچ کس جرأتی زیرا کرده نمیتاند. نمونه دیگری، نلسن مندیلا در آفریقای جنوبی، سیاه‌پوست سفیدپوست، بکش بکش، جنگ جنگ جنگ. 30 سال مردکه در بندیخانه بندی بود. 30 سال هر صبح و شام یک سای مصب می آمد دیر لط میکرد. هر صبح و شام انگامی که رئیس جمهور شد، او کسی که را لط میکرد امو را خواست، نان مقبول را جور کرد، کلگی را بیرون کرد، او طرف میزو ششت، دی طرفی ششت. گفت که میدانی برای چی تو را آوردیم اینجا؟ او ترسید که آلی مرا اعدام میکنه، چی میکنه؟ این طرف نان مقبول سعی میکنه. نگه تو را برزی آوردیم که تو بدانی خیلی خوب سعی منصب بودی، خوب عسکر بودی، زیرا به تو که امر شد از او اطاعت میکردی. تو که مرا لط میکردی و زجر میدادی، به تو امر شده بود و تو چون خوب اطاعت کردی، خوب سعی منصب استی. بناهن تیر پا تیر هیر پا هیر، هرچی که کردی گذشت و من هیچ چیز را در دل خود نمیگیرم، دست تبتی که کشور را بسازم. دقیق شدین؟ دست ترابطی که کشور را بسازی. نه تنها کوی سعی منصب را بندی نکرد، بلکه رتبه بالا دیگه برش داد و با گذشت صلت رحم تانست یک کشور مقبول و با امن را بسازد و با شرح صدر چنین کار را کرد. نمونه سومش در سودان جنگ بود. خارجی ها نمیخواست در اوجا امن بیاید. چطور کنیم؟ معاون رئیس جمهور در طیره راسن رفت، در سرزمین مخالفینش پایین شد و اما تو گفت که بی تفنگ بی عسکر آمدیم، بیاین که کشور را بسازیم. و این کار را کرد. بنان عزیزایم، جنگ در افغانستان است، صلح را در قطر میاری. جنگ در افغانستان است، صلح را در چین میاری. نه، ابدا نمیآید. زیرا دیگران نیامدن که صلح بیارن. دیگران نیامدن. خداوند متعال ما شما را توفیق عنایت بکنه که این پیام را بپذیریم و از جان دل بپذیریم. و روزی که برتان گفته شود که اونجا استاد شوین، تا 10 روز نبراین با همون استاد شوین، مستقرا قدمی هیچ گپ نزنین، زمین بشینین، برش بگوین که نفرین بردویتان، نمیخوایم دیگه. و چطور صلح نمیاد؟ دقیق شدن؟ تلخ ما نبر آمدیم، ما آرام ششتیم، آواز خود را بلند نکردیم و در اخیر دعا میکنیم که خدایا در کشور ما صلح را بیار، خدایا ما را زنده بکو، پروردگار را امن و امان را به کشور ما بده، خدای ولات امور ما را و کلانای ما را در دلش رحم بنداز، یا الله تو مقلب القلوب استی، قلبهایشان را رحیم بر مردم ما بگردان، خدای تو اونها را اصلاح بکو، تو صلاحشان بده، تو خیر در دلشان پرتو و شفقت و مهربانی را بر امت در دلشان بینداز. خدایا به هر گناهی که ما را گرفتی، یا الله ما را ببخش، به هر غلطی که کردیم، یا الله ما را ببخش،
به هر غلطی که کردیم و میکنیم یا خدای ما را ببخش و در کشور ما امن و استقرار را یا الله برقرار بگردان. پروردگار مریضای ما را شفای عاجل نصیب بگردان، خصوصا او مریضایی که طلب دعا کردن و در اینجا خواستن که دعا در حقشان شود. یا الله اونها را عاجل و کامل صحت را نصیبشان بگردان. یا الله در کشور ما ای فقر و ای بیکاری و بدبختی را ختم بفرما. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار.